نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیز و نازنینم در سرتاسر جهان. در این برنامه میخوام بپردازم به گستاخی کنگره آمریکا و شکر زیادی خوردن کنگره آمریکا در رابطه با رهبرمون. اینها از همه جا در موندن، حالا دارن میرن دنبال یه چیزی که واقعا خنده داره، واقعا خنده داره. خب بریم و به این بپردازیم. ببینین اینجا چی میگه. این صدای آمریکاست، این نشریه دروغگوی صدای آمریکا. خب چی میگه؟ میگه که کنگره آمریکا دولت ایالات متحده را ملزم میکند تا درباره فساد مالی علی خامنه ای و خانواده ای او تحقیق کند. آخه بی شورا، اگر که رهبر ما میخواست فساد مالی بکنه، آیا نون پنیر میخورد؟ آیا با یک کفش ژنده میومد در واقع توی این نشستایی که دارن؟ آیا اینا رو میخواست، اینا رو مثلا میخواد چی کار بکنه تو این سن و سال؟ این دارایی ها رو که شما دارین میگین میخواد چی کار بکنه؟ اگر که داشتش، آیا نمیبایست الان ازش استفاده میکرد؟ یا فرزندان ایشون؟ آخه خاک بر سرتون، چقدر شما بی شعور هستین. آخه شعورتون کجا رفته؟ یه خود فکر بکنین. من میگم خداوند دشمنان ما رو بی شعور و احمق آفریده، دقیقا همینه. این اعضای کنگره آمریکا که اکثریتشون هم در واقع لابی همون جریان صهیونیستی هستن، پولشون از اونو میگیرن. الان آخه به زودی باید همشون برن شنو کردن یاد بگیرن، بعد جوری یه جایشون سوخته، حالا میان اینا رو تحریک میکنن که بیان مثلا یه چنین غلطای زیادی تر از دهنشون بکنن. خب در واقع از محبوبیت رهبر ما هم بسیار رنج میبرن. چشمشون کور شد، یعنی داشت درسته در میومد، وقتی که دیدن توی عید فطر و در تمام مراسمی که ما اخیراً داشتیم، میلیون ها ایرانی اومدن بیرون و اینقدر ایرانی ها عاشق رهبرشون هستن، اینا اینو بر نمیتابن. حالا دلایل مهمش اصلا چیزهای دیگه است. حالا دنبال این میگردن که یک نشر اکاذیب بکنن، نشر اکاذیب که برای اینا کاری نداره، مثل آب خوردن میتونن اسناد و مدارک هم برای خودشون جعل بکنن، اصلا کاری نداره. خب تعدادی از اعضای کنگره آمریکا پیشنویس طرحی را آماده کردن که وزیر امور خارجه ایالات متحده را ملزم می کند تا با مشورت وزیر خزانه داری و مدیر اطلاعات ملی در گزارشی ثروت تخمینی و منابع مالی رهبر جمهوری اسلامی و اعضای خانواده او را افشا کند. مثلا اینا توهم دارن که رهبر ما مال و ثروتی در اینجا داره. خب بیشورا، شما که 120 میلیارد دلار ما رو گرفتین، در واقع بلوکه کردین، اگر که کسی در ایران دو تا سلول مغز داشته باشه، آیا میاد ثروتش رو بذاره در اختیار شما که بخوره یه آبم از روش؟ مثل الان عربستان 1.5 تریلیون دلار اینجا پول داره، پولاش همه رو میخوره یه آبم از روش. شما حتی از 8 میلیارد دلار عراقیای بدبخت نگذشین، اینقدر گدا صفت هستین با اینکه تمام دنیا رو چاپیدین. خب در صورت این پیشنویس توسط دو نماینده جمهوری خواه کنگره، جو ویلسون و کوین هرن، اینا هر دو تاشون همون تو اون جریان هستن، ارائه شده است. خب در صورت دو تا بیشور که باید یه درشکه پیدا کنن، هر دوتاشون رو ببندن به درشکه. بر اساس این پیشنویس، گزارش وزارت امور خارجه باید در برگیرنده اطلاعاتی همچون دارایی ها، سرمایه گذاری ها و دیگر منافع مالی و تجاری شخص علی خامنه ای و همه اعضای خانواده اش باشد. واقعا ما هم میخواییم ببینیم که چطوری اینا خیت و پیت بشن دوباره، یعنی بعد جوری خیت بشن، آبروشون بره. لزوم بررسی سهام و روابط خانواده خامنه‌ای با نهادهایی چون بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی نیز در این پیشنویس گنجانده شده است. من میخواستم بهتون یه چیز دیگر هم پیشنهاد بکنم که در این بچپونین، و اون هم در واقع بیت‌المال ایران، یعنی خزانه دولت. حتما اینم میخوایم بگین که مال
مال رهبر ماست. خاک بر سرتون، اینقدر بیشعورین. در صورت تصویب این طرح در کنگره و امضای رئیس جمهور، رئیس جمهورشون که در فضا دست میده و در واقع دچار آلزایمر هست، دولت آمریکا باید گزارش ثروت رهبر جمهوری اسلامی را حداکثر تا 180 روز پس از تصویب این لایحه تهیه و این گزارش را در وبسایت دولت ایالات متحده آمریکا منتشر کند. در وبسایت دزدا، در وبسایت دزدا منتشر کنه. خب این از این. حالا میخوام برم یه نکاتی رو با شما در میون بگذارم. اینا بعد جوری یه جایشون سوخته، یعنی میخوام بگم بعد جوری دارن آتیش میگیرن که علی خامنه ای اینا رو از منطقه بیرون کرده. رهبر عزیز ما، رهبر نازنین ما اینا رو از منطقه بیرون کرده با سیاست های کلانش و با درایتمندی هایی که داره. شکستشون در سوریه که خیلی روشن و واضحه، الان تمام این سران دولت‌های عرب صف کشیدن که برن با آقای بشار اسد در واقع دیدار بکنن و سوریه هم اومدش توی این مجموعه کشورهای عربی. اینا بعد جوری دارن میسوزن. تو عراق که شکست خوردن، الان آقای السودانی در واقع خب بگم تو جبهه ایرانه، تو جبهه حقه. در نوار غزه دارن شکست میخورن. همین 5 روز جنگ و جدالی که داشتن، این صهیونیستا بعد جوری باختن و بعد جوری آبروشون رفت. حالا با اینکه یه تعدادی جنایت کردن، یه تعدادی از فلسطینیای نازنین رو کشتن. در اوکراین دارن شکست میخورن، بعد جوری داره آبروشون میره. این همه پنهانکاری کردن از ملتشون و دروغ گفتن که ما اوکراین رو میبریم و این داستانا، دارن بعد جوری میبازن. و همکاری ایران با روسیه و چین واقعا آتیششون زده و این همکاری نزدیک و یکی از دلایلی که اینا در اوکراین دارن میبازن در واقع پهپادها و موشک‌های ایرانی است که به داد روس‌ها رسید. اینا نمیدونن که چیکار بکنن و در واقع از چه راهی وارد بشن که بخوان ضربه بزنن به ایران و به رهبرمون. و دیگه همکاری ایران در بریکس، در شانگهای و کنار گذاشته شدن دلار آمریکا. خب در صورت میخوام بگم که ایران کسی بود که آمریکا رو رسوا کردش، ایران کسی بود که آبروی آمریکا رو در جهان برد. حالا بگذاریم از این که همه خیلی از کشورها دارن دلار رو میذارن کنار، هنوز تو کشور خودمون دلار زدایی نشده، هنوز برخی از اون عاشقان آمریکا هستن در داخل که هنوز نفهمیدن منظور از دلار زدایی چی است. من برنامه ساختم در این باره، اینجا نمیخوام ورود بکنم به اون جریان، ولی در واقع این میخوام بگم خب ما در داخل خائن داریم، اگر که نداشتیم این موضوع نبودش. و در ضمن از همه بدتر و مهمتر، تنش زدایی بین ایران و عربستان، و عربستان اومد تو جبهه حق و این گاو شیده دستشون خارج شد. معنیش میدونین چیه؟ معنیش فروش چند صد میلیارد دلار سلاح به عربستان و شرکاش بودش، به کشورهای حاشیه خلیج فارس، با اونها هم تنش زدایی شده. خب اینا حالا میخوان از طریق مثلا ترکیه و از طریق آذربایجان جعلی حالا اینا رو بندازن به جون ایران، که اینا هم به جایی نمیرسه. ایران خیلی درایتمندانه با اینها برخورد کرده. و یه نکته دیگه، شکستشون در برجام به این صورت که اینا برجام رو گذاشتن کنار به امید اینکه بیان آوانس بگیرن، به امید اینکه بیان باج بگیرن و خیلی چیزها رو به دست بیارن، که فعلا حالا آقای امیر عبداللهیان خوب پیش رفته. در هر صورت هنوز خرابکاری نکردن، چیزی رو هم امضا نکردن. این از این. نکته دیگه، مهره مهمشون به نام روحانی و دارو دستش کنار گذاشته شد و به زودی انشالله به زودی اینا محاکمه بشن. خب در صورت هر شخصی که در ایران سیاستمدار باشه و با انگلیس خبیث یا با آمریکا همکاری داشته باشه، خب اینا جزو مهره‌های اینا هستن و جزو خائنین هستن به منافع ملی ایران. و دیگه چی؟ الان اینها از این میترسن که ایران به زودی، ایران و مصر
مصر به زودی از دستشون خارج میشه و این دیگه یه شکست بزرگ خواهد بود. ایران داره در اون راستا حرکت میکنه و خاله میخوام برن دنبال یک میخوام بگم حواشی، دنبال چرندیات، دنبال چیزایی که اصلا میخوام بگم اگه آدم دو تا سلول مغز داشته باشه همین اعضای کنگره آمریکا رو میگم اصلا دنبال این نمیرن. اگر که رهبر ما ثروتی داشت، مالندوزی کرده بود، یه چنین چیزایی بودش که در اون شرایط زندگی نمیکرد. ما که بهتر از همه میدونیم که شرایط زندگی ایشون چی هستش. و در هر صورت یه نکته رو باید بگم، اگر که یه چنین چیزایی بود، باور کنین که این رسانه های دشمن از اون باهایی برودکست گرفته تا من و تو که همشون از همون گروه و دسته تغذیه میشن و همین سقوطی انتر آشغال که الان فعلا دیگه عربستان حمایتشون نمیکنه، باور کنین که اینها چقدر این چیزا رو تو بوق و کرنا کرده بودن. و اون نوریزاده یا قوریزاده، علیرضا قوریزاده، که این خیلی خوب وارد هست به تمام چیزهایی که در داخل میگذره، البته جاسوسه ولی خداییش چیزهایی رو به حق میگه. خب اگر کی بودی نمیومد بگه که از پاکترین کسانی رو که سراغ داره در ایران آقای خامنه‌ای، شخص خامنه‌ای و فامیلشون هستن، یعنی اعضای خانوادهش هستن. در هر صورت میخوام بگم اگر اینا یک چیزی داشتن، یک گزکی داشتن، او سالها پیش اومده بودن اینا رو کرده بودن. خب در صورت من خودم شخصا فکر نمی کنم که این دولت مردان آمریکایی به این افتضاح تن در بدن و بخوان بیشتر آبروشون بره، یعنی به گوش بکنن به چند تا از این مهره های صهیونیستی در کنگره آمریکا. البته چند تا نیستن، یه تعداد زیادی از مهره های صهیونیستی در کنگره آمریکا نشستن. یادمون نرفته که نتانیاهو اومد اینجا و علارغم خواسته آقای اوباما رفت تو کنگره آمریکا سخنرانی کرد براشون و همشون براش هورا میکشیدن، دست میزدن. از اونجا میفهمین که آیا اون کسانی که در کنگره آمریکا نشستن به آمریکا وفادار هستن یا بیشتر به اون جریان صهیونیستی و آیپک و تمام اینها. خب در صورت مطمئن باشین که خیت و پیت میشن، بعد جوری هم خیت و پیت میشن و ما فقط باید بشینیم کنار گود و بهشون بخندیم. همین، عضو کانالا بشین، پسند رو فشار بدین و به اشتراک بگذارین، نظرتون رو بنویسین. با عشق بر عاشقان ایران، خدا نگهدارتون.